بفرمایید خانم. میخوام اینو بپرسم، شما گفتین که قرآن آخرین کتاب آسمانیه، از کجا میدونید که خداوند دیگه همچنان زنده است و در این لحظه ناظر اعمال ماست؟ از بعد از مرگ محمد و بعد از مرگ عیسی دیگه با هیچ پیغمبری صحبت نکرده. چرا میگید آخرین کتاب آسمانیه؟ چون کتاب آسمانی کتابیه که مردم در اون از تجربه صحبت کردنشون با خدا صحبت میکنن. من در طی 17 سال از عمرم کتابایی درباره خداوند زنده خوندم که دوست داره امروزم صحبت کنه. ممنون از سوالتون. ما مسلمین ادعا میکنیم که این کتاب آخرین کتاب آسمانی است، چون به تمام پرسش هامون پاسخ میده، چه خوشمون بیاد و اینکه چه به مزاقمون خوش نیاد، ولی جواب همه سوالا رو میده. این چیزیه که عیسی مسیح هم به اون وعده داده. شما در انجیل سنت جان میخونید عیسی مسیح به حواریون گفت هنوز حرفهای زیادی هست که باید به شما بگم، ولی شما هنوز آماده نیستید. به عیسی تعلیم داده شده که بشر رو در اون زمان هدایت کنه، ولی مردمی که در اون زمان بودن هنوز برای دریافت پیام آماده نبودن. پس میگه خیلی چیزا باید بهتون بگم ولی هنوز درکشون نمی کنید، ولی زمانی پیامبری خواهد آمد که همه چیز رو براتون شرح خواهد داد. مسلما در مورد خودش صحبت نمی کرده، ولی خدا به اون میگه که کی بشنوه و کی حرف بزنه و میگه او خواهد آمد و همه چیز رو براتون روشن خواهد کرد. کسی که مرا تایید میکنه، یعنی عیسی. حالا باید ببینیم این پیامبر راستین کیه. مسلمانان ادعا میکنند که محمد همان پیامبر راستینه و ما اومدیم براتون برهان بیاریم. بله میدونم امروز خیلی سخته، طبیعیه، ولی بذارید ما حضور داشته باشیم، دور هم جمع شدیم و از خردمون استفاده کنیم. کتاب مقدس میگه برای هم برهان بیارید. قرآن میگه قل، بهشون بگو یا اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، تعالوا بیایید. این همون حرفیه که هم ما میگیم هم شما. این حرف چیه؟ این حرفی که بین ماست چیه؟ پس شماره یک میگه که الله نعبد الا الله، یعنی هیچ خدایی نیست جز الله. این شماره یک. انسان رو نپرستید، میمون رو نپرستید، فیل و مار رو نپرستید، بلکه خدای واحد رو بپرستید. این همون چیزیه که کتاب انجیل هم میگه روح خدا، روح خدا رو بپرستید. وقتی میگه اون رو بپرستید یعنی اون رو بپرستید، نه هر چیز دیگه ای رو. این چیزیه که قرآن میگه. یهودیا، مسیحیا، بیایید دور هم جمع بشیم و خدای احد و واحد رو بپرستیم. و این کتاب شهادت میده که عیسی دم مسیحایی داره. و در ورژن اول جان باب 4 میگه که عزیزانم به هر کسی ایمان نیارید، فقط به خدا ایمان داشته باشید، چرا که پیامبران دروغین زیادی در جهان آمدند. و ادامه میده کسی که به پیامبری عیسی اذعان میکنه، در اینجا منظور از کسی یعنی هر پیامبری و بعد از مسیح تنها پیامبری که آمد و گفت عیسی مسیح از طرف خداست و تنها آیین غیر مسیحی که ادعا میکنه و به همه میگه که عیسی مسیح پیامبر خداست، اون کی میتونه باشه؟ محمد. این چیزیه که کتاب مقدس شما میگه و پیامبرتون میگه و همه در این کتاب اومده. از آقای احمدی داد بابت پاسخشون متشکریم.